باسم وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیز. امروز آخرین روز ماه مبارک رمضان است و ما هم خواستم به خاطر از اینکه برنامه صبح زندگی ویژه هست قشنگتر و زیباتر شوه و بتونیم که از مهمانای ما با میوه های خشک پذیرایی بکنیم. ما هم به منطقه شهر نو کابل آمدیم در یکی از دکان هایی که میوه خشک را به فروش می رسانند و شاید یک اندازه میوه خشک خریداری بکنم، در کنارش هم چیزای مزه‌دار خوشمزه دیگه که در این دکان وجود داره و شما عزیزا معرفی خواهد کردم، پس ما را همراهی بکنه. خب بیننده عزیز، ما هم داخل از این دوکان شدیم. چقدر میوه های خوشمزه و رنگین، از این قوارش معلوم میشه که بسیار خوشمزه و با کیفیت و همچنان تازه هست. ببینیم که قیمتاش چطور است و چقدر میتونم که به برنامه خریداری بکنم. اگر زیاد قیمت باشه خب اوقدر نمیخرم، ولی اگر قیمتاش مناسب باشه باز میشه که یک مقدار خریداری بکنیم. خب فروشنده این دوکان هم همراه ما هستن. سلام، وقتتان بخیر. خوب هستن؟ بخیر هستین. تشکر، بخیر باشین. چطور است کاربار در این روزا؟ خوب است الحمدلله، خوب است شکر کاربار. فروشاتان بهتر است؟ مردم میان میخرن به خاطر عید؟ نسبت به سالهای گذشته فروشاتمون بسیار کم است. فروشات نسبت به تقریبا 20% شده، فروشات نیست. میبینی وادی سال است، فروشات بسیار کم است. آها بله، خب دیگه یک اندازه مشکلات اقتصادی دامنگیر همه مردم شده و امید از اینکه حل شود بخیر. ما هم میخوایم به خاطر برنامه صبح زندگی که ما میمانای مختلف میداشته باشیم از مهمانای ما با میوه خشک پذیرایی بکنیم و امو رسم و رواج مردم افغانستان هم بتانیم امسال همچنان داشته باشیم و تطبیق بکنیم. حالا ما از میوه های خشک بر ما بگوین که کدام میوه ها کیفیت خوبتر داره، تازه تر است و خوشمزه تر است. اونو بادام، بهترین بادام از بادام لوگری است، کاجو است، کشمش سبز است، چارمغز است، پسته وطنی است، توت است، کشمش سیاه است. خیلی خوب. در این دیگه مردم انواع مختلفش خریداری میکنن و نظر به کیفیت فرق میکنن. شاید کیفیت بالاتر قیمتر باشه، همونطور است؟ پس بله، یک کیلو بادام از 7 شروع تا 2000 افغانی. آها، تا 2000 افغانی خیلی قیمت هم است. بهترین بادام تان کدام است اینجا؟ امی؟ خب بسیار خوب. اما تو معلوم هم میشه از امی رنگ و رخش خوب تازه است و هم تو سفید معلوم میشه کلان کلان هم است. روزه است اگر نه یکم میچشیدم. بعد از روزه بین رو نوش جان کنیم. دفتری بین؟ بله. خب دیگه امروز آخرین روز ماه مبارک رمضان است. خب از این بادام خیلی یک مقدار بر ما باز اندازه بکنین، وزن بکنین. کیلو چند است؟ کیلوش باید 2000 جم. 2000 افغانی از بادام قیمتی است که من فکر میکنم این و بادام بیشتر تاجرای ما به خاطر صادر کردن به کشورهای خارجی استفاده میکنن. بله، میگه پس به خاطر که صادر جات است میوه خوش قیمت میشه. اگر نفر از یک کیلو میوه خوش کمی بادام 1000 افغانی بلند نیست. بسیار خوب، بسیار خوب. خب چون که قیمت از این بادام بسیار زیاد بلند است، 2000 افغانی است کیلوی، من یک 500 افغانی را میگیرم از این بادام، کفایت میکنم به چند روز عید ما در برنامه. از این بادام بر ما 500 افغانی را بانین. خب دیگه چی دارین؟ خیمه اول تمام شم میگم، باز بعد از اون میشه که کاشا یک جایی وزن بکنین. کیلوش میه 900. پسته است دو رقم نمک، اول ساده است دومش نمکی. ساده و نمکی. یک رقم دیگه است لیمو که داره، از اون لیمویی داره. بله. بسیار خوب. و پسته کیلو چند است؟ کیلوی 1500. این 500 از دوام بتین کفایت میکنه. و مشتری ها چطور است؟ همیشه راضی هستن از خودت؟ به خاطر که ما چند رقم میوه خشک که در دوکان خودت متوجه شدیم، این تمامش با کیفیت خوب معلوم میشه. مشتری ها راضی هستن، اگر راضی نباشن دوباره نمیان. تقریبا 13 سال دوکان میشه که ما دوکانداری میکنیم. خوب است الحمدلله، مشتری که یک بار میبره بار دیگر باز میاد. بسیار خوب، بسیار خوب. خیبر ما چی هم بتین؟ این کشمش درجه اول معلوم میشه؟ نام خدا هم تو چی میگن؟ یک اصطلاح هم داره میگه شست عروس میگن، چی میگن؟ اما تو کلان کلان است، دور از دلتان بیننده عزیز. خب من مطمئن هستم در این دیگه همگی میخرن از کشمش. خب با این کیلو چند است؟ کیلوش 700. کیلوی 700 افغانی. یک 500 افغانی را زمیام. درست است. بسیار خوب. و توت خشک چطور؟ توت خشک کم میگیرن مردم با عید؟ میگیرن کمتر. تو تا میگیرن کمتر بعضی ها میگیرن دیگه. بله. خب
خیمه نمیگیریم توت به خاطر از اینکه من فکر میکنم علاقه مندی نسبت به توت خشک قدر زیاد نیست. مردم زیاد همو پستر خوش دارن، بادام خوش دارن و چهارمغز. چهارمغز کیلو چند است؟ خب مونتا یگان تاشو تو چی معلوم میشه مثلا؟ زیاد خشک است خود خراب نمیکنه. چهارمغز تازه باشه بس پوپنک میکنه. خب به اون خاطر که پوپنک نکنه شما بسلام رو خشک ساختینش. بله خاطر ما رو ایده خوش ساختیم، مشتری راضی باشه از پیش خود خراب نکنه. بسیار خوب. و کیلو چند است چهارمغز؟ 900 افغانی. یک 450 افغانی را بر ما چهارمغز باید. درست است. بسیار خوب. میریم به طرف بخش بعدی دکان که انواع مختلف چاکلیت و سیمیان ماندگی هست و میشه بگوین که بهترین چاکلیت تان کدام است؟ من یک ذره شیرینی خورم هستم. بیننده عزیز کمون چاکلیت های اصل اصل باشه. اینی ککاو بهترین چاکلیت است. پولیش خوبش است در ککاو. اینی پایین خوبش است. این ناریالی ها خوب چاکلیت هستن. بله خب من راستی همین ناریال زیاد خوش دارم و به صحت فایده هم داره. فکر میکنم بین از این ناریال داره و اطرافش ککاو. بله اون گپ است. ما زی خورده امتحان کردیم، واقعا خوشمزه است. یک پاکت چاکلیت بانین بر ما به خاطر از اینکه میمانای برنامه ما میشه شیرینی خور باشن، دوست داشته باشن که چاکلیت نوش جان بکنه، بازم چاکلیت هم تو مزه دار باشه که خوششان بیا. و آخرین چیزی که ضرورت دارم سیمیان است. چند نوع سیمیان داریم؟ سیمیان دو نوع. یک کم چیز پکش است ساده است، بازی خوب است، زیادتر از میبلند. خب اینه گفتین با گفته خود شما چیز پکش است. بسیار خوب. ایرام نو برامده دیگه، مود نو برامده. بله مزهش چطور است؟ خوب است، مزهش خوبش است. باز سابقه ها یک رقم بود که در ماه مبارک رمضان به اید که خریداری میکردن باز یک تفلک هم کرد خود میاوردن، میگفت باش که مزهش امتحان بکنن که چطور است. حالا میکنن یکان فامیلا؟ امتحان خدا داده این برای مردم به فامیلا. اطمینانی از دیگه دکان شما؟ بسیار خوب. چطور است سیمیان؟ درجه اول سیمیان آردن خود است. بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی یک پاکت هم از این می سیمیان ما میخوایم بر من بانه دیگه. فکر کنم میوه خشک به این تکمیل شده مقدر. بسیار خوب. و بسیار تشکر میکنم از شما از این که همیشه کوشش میکنین با صداقت کار بکنین و هموطنهای ما هر چیزی که ضرورت دارن برشان با مو رقم فراهم میسازین و این گپ خوب از در دکانداری و جذب مشتری. خواهش میکنم. زنده باشین. بخیر باشین. انشالله که ایده خوب و خوش شما هم در پیش داشته باشین. خوش میکنم. ایده شما همچنان خوش بگذاره. بخیر باشین. تشکر. از شما زیاد هم قلبا سپاس که با ما هستین. ادامه برنامه را در صبح خود زندگی و استدیو فراموش نکنید.